با درود به بینندگان تلویزیون ایران فردا در این یک شنبه شب، البته در اروپا یک شنبه بعد از ظهر، و در ایالات متحده بامدادان، حالا از این سو به آن سوی آمریکا فرق میکنه، ولی به هر حال یک شنبه است. این سو پایان هفته و روز استراحت، آن سو آغاز هفته و پر از جنب و جوش. و امیدوارم در این لحظه شما فرصتی داشته باشید که نگاهی بکنید به دستچین ما از تحولات هفته گذشته و گزارش شما. آقای علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات و دستیار ویژه رئیس جمهوری آقای حسن روحانی، در امور اقوام و اقلیت‌های دینی گفتند که مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته، یعنی دوران آقای احمدی نژاد، خیلی قوی شدند و در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نفوذ کردند. آقای مصباح یزدی یکی از مخالفان وحدت شیعه و سنی است که در اظهاراتش بارها علیه مسلمانان سنی سخن گفته و آنها را معتقدان به دین ناحق خوانده است. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نسبت به تقویت مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته و نفوذ آنها در برخی از ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی هشدار داد. علی یونسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت که مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته بسیار قوی شدند و به طور وسیع در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نفوذ کردند. وی افزود گفتمان شیعه و سنی ستیزی که برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی است در منطقه و در داخل کشور رسوخ پیدا کرده است و هر روز امنیت کشورهای اسلامی و امت اسلامی را بیش از پیش تهدید می‌کند. آقای یونسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت ضرورت‌های امنیت ملی که بر تمام ضرورت‌های دیگر هم حاکم است اقتضا می‌کند که همه روش‌ها و سیاست‌های شیعه ستیزی و سنی ستیزی را حذف کنیم. لازم به ذکر است که پیش از این نیز انتقاداتی نسبت به حملات برخی از روحانیون شیعه به اهل سنت مطرح شده بود. حمید رضا پشنگ، دبیر مجمع نمایندگان سنی مجلس، در فروردین ماه امسال خواستار آن شده بود که توهین به مقدسات و علمای اهل سنت جزو خطوط قرمز نظام اسلامی قرار گیرد. در این حال آقای یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی، در ادامه مصاحبه خیش با خبرگزاری ایسنا، ضمن اشاره به حضور خود در کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اظهار داشت که آیت الله یزدی، رئیس این تشکل، از سخنان وی عصبانی شده است. وی توضیحات بیشتری در این باره نداد و گفت آن جلسه به جامعه مدرسین مربوط است. اگر خودشان منتشر نمایند من مشکلی ندارم، اگرچه گمان نمی کنم چنین کاری بکنند. علی یونسی در اردیبهشت ماه در شیراز گفته بود که شیر و خورشید در پرچم سابق ایران نماد حضرت علی و حضرت محمد است و پیشنهاد کرد که نماد شیر و خورشید جایگزین نماد هلال احمر شود. وی در مصاحبه خود دلیل طرح مسائلی چون شیر و خورشید را لزوم تأکید بر فرهنگ مشترک ایرانیان ذکر کرد و وعده داد که در آینده نیز درباره شیر و خورشید سخن خواهد گفت. دستیار ویژه حسن روحانی گفت طرح ارزش‌ها و آداب و رسوم مشترک همه ایرانیان مثل زبان و ادبیات فارسی، نوروز و تاریخ مشترک و مفاخر ملی و افسانه‌های الهام بخش و افتخارآمیز مانند کوروش، کاوه، داریوش و رستم جهت حفظ مشترکات و پیوند همه اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی و دینی است. وی مطالب مطرح شده درباره شباهتش با اسفندیار رحیم مشایی از یاران اصلی محمود احمدی نژاد را غیر اخلاقی خواند و افزود آقای مشایی اشکالاتی داشت مانند خیلی های دیگر، ولی در زیر ضربات سنگین حملات سیاسی خوب و بد با هم مخلوط و مشتبه شدند.
آقای یونسی با بیان اینکه تنوع فرهنگی و زبانی و قومی در ایران تهدید نیست، از رفتار افرادی که آنها را قومگرایان خواند و همچنین بدبینی به اقوام ایرانی انتقاد کرد. دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی در پایان این مصاحبه مطالب مطرح شده درباره استفاده از قومیت‌ها در انتخابات آینده مجلس را رد کرد و گفت که موضوع اقوام و اقلیت‌های ایرانی فراتر از انتخابات و موضوعات زودگذر دیگر سیاسی است. گفتنی است اظهارات علی یونسی در خصوص قوی‌تر شدن مخالفان وحدت شیعیان و سنی‌ها در حالی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه گذشته از شناسایی و تعطیلی دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای که به گفته این وزارتخانه به طور غیرقانونی در 4 استان کشور فعالیت می‌کردند خبر داده و افزوده بود که این شبکه‌ها به ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و نیز تخریب وجهه تشیع می‌پرداختند. هفته گذشته حادثه بسیار تلخی در شهر کرد رخ داد. 12 زندانی سیاسی، تکرار میکنم، هفته گذشته حادثه بسیار تلخی در شهر کرد اتفاق افتاد، مرکز چهارمحال بختیاری. در زندان شهر کرد 12 زندانی به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست داد. این زندانیان از چند روز پیش از این حادثه در اعتراض به شرایط بد زندان اعتصاب کرده بودند. به گزارش ما در این زمینه توجه فرمایید. سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی در گزارشی نوشت: طی روزهای گذشته زندانیان شهر کرد در اعتراض به اوضاع عصب‌بار آن زندان دست به اعتصاب می‌زنند. این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهر کرد که در 7 کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده اعتصاب کرده و رئیس زندان به دلیل این اعتراض عده‌ای از زندانیان را تنبیه و مجازات می کند. بر اساس این گزارش روز دوشنبه سایر زندانیان زندان شهر کرد در اعتراض به مجازات همبندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رئیس زندان، البسه و تشک‌های زندان را جمع‌آوری و آتش زدند. پس از این حادثه زندانبانان درهای اصلی زندان را قفل می‌کنند و اجازه هر گونه امدادرسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می‌کنند. شدت حریق به اندازه زیاد بوده که شعله‌های آتش سریعاً به نقاط دیگر بند سرایت می‌کنند. در پی این حادثه، رئیس زندان شهر کرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امدادرسانی به واحدهای آتش نشانی شهر کرد نداد. طبق گزارش‌ها، رئیس زندان در مقابل اعتراض عده‌ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار جلوگیری می کند. در پی این تصمیم تعداد 12 نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. طبق آخرین گزارش ها تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهر کرد منتقل شدند. نیمه شب گذشته نیز خبرگزاری ها نوشتند که شورای تامین استان تشکیل جلسه داده و دستوراتی محرمانه را به شهردار شهر کرد و مدیر عامل سازمان آتش نشانی این شهر مبنی بر عدم اطلاع رسانی عمومی به صورت محرمانه ابلاغ کرده است. در برابر مجازات‌های اروپایی‌ها
روس‌ها هم ساکت نمی‌نشینند و ممکن است که مانع پرواز خطوط هوایی اروپایی از فراز سیبری به سوی مقاصد پر رفت و آمد آسیایی شود. دلیل این تصمیم گیری کشور روسیه مطابق گفته مقامات این کشور مقابله با تحریم‌های غرب علیه روسیه است که به دنبال بحران اوکراین شدت گرفته است. اروپا و امریکا تحریم‌های سنگینی را علیه روسیه به دلیل مداخله در اوکراین و جدا کردن شبه جزیره کریمه وضع کردند. گزارش ما را در این زمینه ملاحظه می‌فرمایید. روزنامه ودموسی روسیه به نقل از یک منبع ناشناس نوشت ممکن است دولت روسیه مانع پرواز خطوط هوایی اروپایی از فراز این کشور به سمت مقاصد پر رفت آمد آسیایی شود. این منبع گفته که اکنون وزرای خارجه و حمل و نقل روسیه درباره این موضوع گفتگو کردند و هدفشان این است که با اجرای این تصمیم خطوط هوایی اروپا را مجبور به سفرهای طولانی و گران کنند و به این ترتیب این شرکت‌ها را نسبت به رقبای آسیایی در نقطه ضعف قرار دهند. با این حال وزیر حمل و نقل و سازمان هواپیمایی کشوری باید در نهایت درباره امکان اجرای چنین تصمیمی ابراز نظر کنند. بر اساس این گزارش سهام شرکت آیروفلوت روسیه که حدود 300 میلیون دلار در سال است از طریق شارژ شرکت‌های هوایی خارجی که بر فراز این کشور پرواز می‌کنند تأمین می‌شود. در اوج جنگ سرد پرواز بیشتر خطوط هوایی غربی بر فراز آسمان روسیه ممنوع بود و به جای آن این شرکت‌ها مجبور بودند از مسیر خلیج فارس پرواز کنند یا از فرودگاه آنکوریج آمریکا برای مسیرهای قطبی استفاده کنند. شرکت‌های هواپیمایی اروپایی اکنون برای دستیابی به مسیر سریع به مقاصد چین، ژاپن و کره جنوبی از فراز روسیه عبور می‌کنند و در مقابل هزینه مشخصی می‌پردازند. اجرای این تصمیم می‌تواند برای شرکت‌هایی مثل لوفت‌هانزا، بریتیش ایرویز و ایر فرانس 1 میلیارد یورو در طول 3 ماه هزینه داشته باشد و در نتیجه پروازها طولانی‌تر و مصرف سوخت و هزینه‌های جانبی بیشتر خواهد شد. البته شرکت هواپیمایی ایروفلوت روسیه نیز از این افزایش قیمت‌ها آسیب خواهد دید و هم‌اکنون نیز این شرکت وضعیت بدی را در بازار سهام تجربه می‌کند. لوفت‌هانزا گفته که 180 پرواز این شرکت در طول هفته از فراز روسیه صورت می‌گیرد اما از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است. بحران اوکراین تنش‌هایی کم سابقه را میان غرب و مسکو سبب شده است. اما سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی در شرق آن کشور در منطقه‌ای که تحت کنترل شورشیان هوادار روسیه است شکاف‌ها را بیش از پیش افزایش داد و مواضع اروپاییان نیز از آن پس تندتر شده است. آمریکا و اوکراین می‌گویند هواپیما را موشکی ساخت روسیه که جدایی طلبان شلیک کردن ساقط کرده است، آنچه به کشته شدن همه 298 سرنشین آن از کشورهای مختلف انجامید. روسیه هر گونه دخالت در سرنگونی هواپیما را رد می کند. در ادامه جنجال های فراوان پیرامون ماجراهای تفکیک جنسیتی، جنجالی که آقای محمد باقر قالیباف آغازگر آن بود، مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران، کسی که خود مثل آقای قالیباف از سرداران و فرماندهان نیروی انتظامی بود، در اقدامی بی سابقه و در دفاع از طرح تفکیک جنسیتی به سوی یک خبرنگار زن که از او سوال کرده بود هجوم برد تا مضرات تماس بدنی مردان و زنان را در ادارات با مشت به خبرنگاران زن ثابت کنه. در همین حال آقای علی مطهری که انسان نهیرت میکنه او را چه بداند، اصلاح طلب، طرفدار آزادی، طرفدار استبداد، ضد سنت های ایرانی، طرفدار ایران، با انتشار نامه‌ای از آقای محمد باقر قالیباف ستایش کرده و از وی به خاطر جلوگیری از اختلاط کارمندان مرد و زن قدردانی به عمل آورده.
صادق لاریجانی هم که پیدا بود، باید هم انتظار داشت از آقای صادق لاریجانی از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران دفاع کرده و گفته در اجرای احکام اسلام نباید از اتهام ارتجاع و عقب ماندگی ترسید. عجیبه. گزارش ما را در این زمینه ببینید. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران در اقدام بی سابقه و در دفاع از طرح تفکیک جنسیتی به سمت یک خبرنگار زن هجوم برد تا مضرات تماس بدنی مردان و زنان در ادارات را به خبرنگاران زن ثابت کند. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده این اقدام عجیب از طلایی پس از پایان جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به پرسش‌های خبرنگاران درباره طرح تفکیک جنسیتی سر زده است. ایسنا گزارش کرده طلایی پس از پاسخ یک خبرنگار زن به پرسش وی مبنی بر اینکه آیا شما حاضر هستید تنه 100 مرد در یک اتاق به شما بخورد، به سمت وی هجوم برده است. این خبرنگار زن در پاسخ به این پرسش طلایی گفته بود من میخواهم آزادی انتخاب داشته باشم و کسی با ایجاد محدودیت کرامت ندهد. آنطور که ایسنا گزارش کرده طلایی پس از شنیدن این پاسخ برای اثبات نظرات خود به شکل ناگهانی به سمت خبرنگار رفت که این اقدام باعث شد خبرنگار خود را عقب بکشد. در ادامه این گزارش آمده طلایی در این زمان با لحنی که نشانه اثبات سخنانش بود پرسید پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ و افزود فرض اشتباه پاسخ اشتباه دارد. این اقدام نایب رئیس شورای شهر تهران و فرمانده سابق پلیس تهران بزرگ منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شده است. مرتضی طلایی در ادامه رفتار خشونت‌آمیز خود و در دفاع از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفته است غیرت دینی اجازه نمی‌دهد که زنی وارد اتاقی شود که 100 مرد به او تنه می‌زند و یا به یک دختر خانم در محل کار به هر قلم که میخواهند نگاه کنند. طلایی خطاب به برخی خبرنگارانم گفت شما نه شهر را قبول دارید و نه قانون، پس فمینیست ها را قبول دارید که هر حرفی که میخواهند میزنند. ما میگوییم اقدام شهرداری اقدامی است در جهت حفظ حقوق بانوان و ارتقای ضریب امنیت، آرامش و رفاه بانوان. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز با دفاع از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفته در اجرای احکام اسلام نباید از اتهام ارتجاع و عقب ماندگی ترسید. به گزارش سایت قوه قضاییه آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدردانی از محمد باقر قالیباف گفت این اقدام فارغ از گرایش‌های سیاسی کاری تحسین برانگیز است. لاریجانی همچنین با اشاره تلویحی به مقامات دولت یازدهم گفت عده‌ای در کشور مسلمات دینی را به بحث سیاسی تبدیل می‌کنند. وی با اعلام اینکه محیط‌های مختلط محیط مطلوب اسلام نیست گفته باید پرسید چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند. رئیس قوه قضاییه اضافه کرده معتقدیم پرهیز از اختلاط زن و مرد به معنی برتری دادن مردان به زنان نیست و نباید فریب گرایش‌های فمینیستی را خورد. علی مطهری نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف از وی به خاطر جلوگیری از اختلاط کارمندان مرد و زن در شهرداری تهران قدردانی کرد و این اقدام را پسندیده و ملهم از دین اسلام دانست. آقای مطهری در نامه خود با استناد به برخی آیات قرآن از طرح تفکیک جنسیتی دفاع کرده و نوشته اسلام می‌خواهد ارتباط زن و مرد بیگانه در حد اقل باشد. این نماینده مجلس با انتقاد از معترضان به اجرای چنین طرحی
در شهرداری تهران و برخی سازمان‌ها افزوده، آنها دچار تجددگرایی افراطی شده و می‌خواهند اسلام را باب طبع زمان کنند. مطهری در بخش دیگری از نامه خود آورده، ملاک ما در برخورد با زن اسلام است و باید کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی را به سوی احکام اسلام هدایت کنیم. این نماینده مجلس در پایان از قالیباف خواسته تحت تأثیر هجمه سنگینی که علیه اجرای طرح تفکیک جنسیتی به راه افتاده قرار نگیرد و ثابت قدم بماند. اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران و برخی سازمان‌ها در 3 هفته اخیر با جنجال‌هایی همراه شده است. شهردار تهران با صدور دستوری کم سابقه زنان و مردان شاغل در بخش‌های مختلف این مجموعه را از یکدیگر جدا کرده و نام آن را طرح تکریم زنان گذاشته است. برخی روحانیون و نظامیان از این اقدام دفاع کرده و خواستار تسری آن به دیگر نهادها و سازمانها شدند. دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، روزی که کاخ ریاست جمهوری رو ترک میکرد مواظب بود که برای آینده خودش هم زمین سازی کنه. 16 میلیارد تومان اختصاص دادن برای دانشگاه جامعه ایرانیان. حالا شورای انقلاب فرهنگی مجوز این دانشگاه رو باطل کرد. آقای محمود احمدی نژاد حالا مونده چه کنه؟ قرار بود از محل درآمدهای اختصاصی دولت بودجه‌ای هم برای این در نظر بگیرن که احمدی نژاد در نظر گرفته بود که پس از ریاست جمهوری این بودجه متوقف شد و در واقع تکلیف اون روشن نشد که سرنوشت این چه خواهد بود. آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، هفته گذشته به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرد، و همون شهر کردی که خبر پیش درباره آتش سوزی بود و 12 زندانی که در اون به قتل رسیده. ایشان در جمع مردم این شهر با بیان اینکه جمهوری اسلامی قدرتمندترین ملت منطقه است، جالب برابری اسم حکومت با ملت، گفت بر همین اساس است که ما به عراق، سوریه و لبنان در مبارزه با تروریسم و به ملت فلسطین در برابر اسرائیل کمک میکنیم. ایشون فراموش کرد که در سوریه ملتی علیه رژیمش به پا خواسته و اگر تروریست‌ها در اونجا دست بالا پیدا کردن به خاطر مداخله جمهوری اسلامی و ابقای رژیم اسد. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت که ما همه تخم مرغامون رو در سیاست خارجی و رونق اقتصادی در یک سبد نمیگذاریم. 5 به علاوه یکی از همین سبد هاست. بله، سبد کره شمالی رو داریم، سبد بورکینافاسو، سبد اکوادور و کوبا و سبد زیمبابوه. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت دولتش اجازه نمیدهد که دستگاهی مانند گذشته با دستگاه دیگر در حال جنگ و مرافعه باشد. عجیب. ببینیم گزارشو. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در شهر کرد گفت که ما از رکود یا خارج شده ایم و یا در حال خروج هستیم، اما تا رونق هنوز فاصله داریم و باید مسیر خروج از رکود تا رونق را طی کنیم. رئیس جمهوری افزود طی کردن مسیر خروج از رکود تا رونق جز با حضور فعال بخش خصوصی امکان پذیر نیست و اگر بخش خصوصی در این زمینه کنار دولت نباشد یا حتی پیشران نباشد، ما میتوانیم موفق باشیم. وی اظهار کرد البته گفتند بخش خصوصی در سالهای اخیر مشکلاتی پیدا کرده است که این مشکلات یک بخشی از آن باید حل شود و یک بخش بزرگی از آن سرمایه در گردش است که ما اقداماتی را هم انجام داده ایم و لایحه‌ای را به زودی برای حل برخی از مشکلات تقدیم مجلس می‌کنیم.
رئیس جمهوری گفت همچنین تصمیماتی در دولت در حال اتخاذ است. البته قصد ما این بود که این تصمیمات تا ابتدای مرداد ماه نهایی شود، اما کار به سرعت در حال انجام است و لایحه‌ای که دولت باید تقدیم مجلس کند آماده است. وی ادامه داد ما باید در این زمینه فعال شویم و بخش خصوصی باید به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشد. حسن روحانی در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز با اظهار این که ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت گفت که نرمش ذلیلانه و تسلیم در برابر قدرت‌های بزرگ ممنوع است. وی گفت امروز سیاست خارجی ایران با دیروز متفاوت است و دولت توانسته 7 میلیارد دلار از اموال مردم ایران را از چنگ ظالمان خارج کند و قدم‌های بعدی را مردم با قدرت برمی‌دارند. اشاره حسن روحانی به مبالغی از دارایی‌های ایران است که از زمان توافق موقت هسته‌ای که در سوم آذر ماه سال گذشته به امضا رسید از سوی دولت‌های غربی به صورت اقساط در حال آزاد شدن است. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران قدرتمندترین ملت منطقه است گفت ایران بزرگترین قدرت منطقه است که به عراق، سوریه و لبنان در مبارزه با تروریسم و به ملت فلسطین در برابر اسرائیل کمک می کند. رئیس جمهوری ادامه داد ما امروز برای اینکه قدرتمند و توانمند شویم باید موانع و مشکلات را از پیش رو برداریم. ما کشوری هستیم که با موزل محیط زیست مواجهیم. گرد و غبار و آلودگی هوا از مرزهای غربی کشور ما را فرا گرفته، حتی به جنگل‌های بلوط شمال و سلامتی و آرامش ملت هم رحم نمی‌کند. روحانی به مسئله کمک آبی و خشک شدن برخی تالاب‌ها در کشور اشاره کرد و اظهار داشت اگر نتوانیم روند خشک شدن دریاچه ارومیه را مهار کنیم، طوفان نمک 10 تا 14 استان کشور را نابود خواهد کرد. رئیس دولت در بخش دیگری از سخنان خود گفت همه تخم مرغ‌های ما در سیاست خارجی و رونق اقتصادی در یک سبد نیست و 5 به علاوه 1 یکی از این سبد هاست. آقای روحانی ادامه داد نمی شود اقتصادی شکوفا و فعال داشت و همزمان منزوی و محصور بود. او همچنین گفت دولت جمهوری اسلامی ایران امروز همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا شرایط تعامل اقتصادی با دنیا برقرار شود. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دولتش اجازه نمی دهد که دستگاهی مانند گذشته با دستگاه دیگر در حال جنگ و مرافع باشد. روحانی در پایان هم گفت همه ملت ایران حق و وظیفه دارند دولتی را که به عنوان خادم آنان است نقد کنند و بگویند چگونه باید بهتر عمل کند. تردیدی نیست ما خطا و اشتباه میکنیم و این ملت به عنوان صاحبان کشور، انقلاب و نظام وظیفه دارند که ما را نقد کنند. گفتنیست در مراسم استقبال از حسن روحانی به هنگام ورود به شهر کرد، هنگامی که تریبون دولتی شعارهایی را در حمایت از روحانی سر میداد، مردم اما شعارهای دیگری در جهت مشکلات خود سر میدادند. مردم با سر دادن شعار تونل باید خراب شود اعتراض خود را به تونل گلاب دو نشان دادند. همچنین بر روی بنرها و پارچه ها در دست مردم عبارت های عزا عزای آب است، چهار محال بختیاری بیتاب است، احداث تونل گلاب و بهشت آباد برابر با مرگ چهار محال بختیاری به چشم میخورد. در پایان گزارشی داریم از خبرنگار ایران فردا در ترکیه مهیستان بختیاری درباره اولین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که توجه شما را به اون جلب میکنیم. همونطور که در گزارش قبلی هم اشاره کردیم این نخستین بار در ترکیه است که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده میشه. پیشتر این انتخاب از سوی پارلمان انجام میشد و خب از این حیث این دور از انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت خاص خودش برخوردار هستش. در این برنامه مروری کوتاه میکنیم بر زندگی نامه و اهداف سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. نخست آقای اردوغان، شخصی که از او به عنوان بخت نخست انتخابات یاد میکنن. در مورد آقای اردوغان باید گفت که او اصالتا اهل استان ریزه ترکیه هستش، اما خود ایشون در 26 فوریه 1954 در استانبول به دنیا آمدن. فارغ التحصیل رشته علوم اقتصادی از دانشگاه مارمارای استانبول هستن، اما فعالیت های سیاسیشون رو از
در واقع دوره جوانی و حتی دوران دبیرستان آغاز میکنه، زمانی که در واقع باید گفت در شعبه دانشجویی اتحادیه ملی دانشجویان ترک به فعالیت میپردازند. اما در ادامه در اواسط دهه 80 فعالیت‌های سیاسی خودش رو آقای اردوغان با حزب اسلام‌گرای رفاه ادامه میده و در همین دوره هستش که به عنوان عضو ارشد تصمیم گیری حزب رفاه در استانبول انتخاب میشه. اما در دهه 90 او در کنار آقای عبدالله گل ریاست جمهوری کنونی ترکیه فعالیت‌های زیادی رو با حزب رفاه انجام میده و نهایتاً در همین دوره و مشخصاً در 27 مارچ 1994 ایشون به عنوان شهردار استانبول انتخاب میشن. اما 3 سال بعد در دسامبر 1997 در یک سخنرانی به دلیل خوندن شعری که محتوای اون جنجال برانگیز بوده، نه تنها از سمت شهرداری برکنار میشن بلکه به 4 ماه زندان هم محکوم میشن. پس از زندان و با ممنوع شدن فعالیت حزب رفاه به همراه دوستان نزدیک دیگرشون همچون آقای عبدالله گل در 14 آگوست 2001 حزب عدالت و توسعه یا همون آک پارتی رو بنا مینهند و آقای اردوغان به عنوان رهبر این حزب انتخاب میشه. آک پارتی یک سال بعد در سال 2002 2/3 آرای پارلمان رو به دست میاره و از آن زمان تا کنون قدرت رو در ترکیه در دست میگیره و 3 دوره هم هست که آقای اردوغان در سمت نخست وزیری ترکیه انجام وظیفه میکنه. اما در مورد آقای پروفسور اکمل‌الدین احسان‌اغلو، کاندیدایی که مشخصاً نامزد حساب مخالف و رقیب دولت هستش، نزدیک به 11 حزب در ترکیه از کاندیداتوری ایشون حمایت میکنن که در رأس اونها حزب جمهوری خلق و حرکت ملی هستش. آقای اکمل‌الدین ایشون متولد 26 دسامبر 1943 در قاهره هستن، اما از سال 1970 به ترکیه میان و در دانشگاه آنکارا به تدریس مشغول میشن. دارای مدرک فوق دکترا و یک چهره علمی و دانشگاهی که البته شهرت او بیشتر به سبب دبیرکلی سازمان همکاری های اسلامی هستش که از سال 2004 به این مقام انتخاب شدن. هرچند که نهایتاً پایگاه فکری آقای اکمل‌الدین گرایش های مذهبی و اسلامی هستش، اما احزاب رقیب و به ویژه سکولار در واقع با انتخاب ایشون به عنوان کاندیدا تصمیم دارن او گزینه مقابلی برای آقای اردوغان در میان طیف های سنتی و مذهبی باشه. با این همه در تعریف آقای اکمل‌الدین احسان‌اغلو باید گفت باورمند به اعتدال و حضور همه گرایش های فکری و سیاسی از جمله کرد، سنی، علوی و نهایتاً مذهبی و سکولار در فضای سیاسی ترکیه هستش. نهایتاً آقای صلاح‌الدین دمیرتاش کاندیدای کردتبار انتخابات ریاست جمهوری و نماینده پارلمان، جوانترین کاندیدا با 42 سال سن که خیلی زود جذب فعالیت‌های سیاسی شده، در دوره 23 پارلمان ترکیه به عنوان نماینده کردتبار منطقه دیاربکر به پارلمان راه پیدا می‌کنه. در سال 2011 و دوره 24 مجلس نماینده استان هاکاری در پارلمان بوده و از سال 2010 هم به ریاست حزب صلح و دموکراسی که یک حزب کردی هستش رسیده و نهایتاً در سال 2014 هم به عنوان رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها و نامزد معرفی شده این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری امسال هستش. اما آقای دمیرتاش از مخالفان جدی سیاست‌های آقای اردوغان هست و معتقد اگر به ریاست جمهوری برسه پروژه صلح با کردها رو میتونه به سرانجام برسونه، هرچند برخی کارشناسان معتقدند که آقای دمیرتاش کاندیدایی هستش که هدفش تلاش برای یک اقلیت خاص هستش، اما خود او به این موضوع اعتقادی نداره و معتقد است نماینده‌ای برای همه فرهنگ‌ها و گروه‌های فکری در ترکیه خواهد بود. سپاسگزارم که منو تو پایان برنامه با همکارانم همراهی کردیم. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ایران فردا رو میتوانید در وبسایت ما به آدرس iranfarda.live.com دنبال کنید. از طریق همین وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانه facebook.com/iranfardatvnetwork در اختیار شماست. فراموش نکنید سریع هم به سایت خلیج فارس بزنید، سایت در واقع خبری و سیاسی و فرهنگی ما که مطمئنم با مراجعه به اون توجه شما جلب خواهد شد. تا هفته دیگر همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم. بدرود.